سلام بچه ها، چطوری این؟ من اومدم با یه ویدیو جدید دیگه، یعنی در واقع یه ولاگ جدید دیگه. این زخم بالای لبم اول بگم خیلی باحاله. دیده من میخوام ویدیو بگیرم تونتون زخم شده. خب داشتم میگفتم موزه ولاگ چیه؟ موزه ولاگ امروز خیلی جالبه، خودم که خیلی دوستش دارم و خیلی وقت بود که میخواستم انجامش بدم. میخواستم از یک روز زندگی بلاگری براتون فیلم بگیرم، که مثلا من که حالا بلاگر خیلی چیزی نیستم، که من بیشتر طنزکارم، ولی خب در کنارش کار بلاگری هم تو استوریام انجام میدم دیگه. ما بلاگر هم دقیقا کارهایی که شما تو روزمرتون انجام میدید و انجام میدید، منتها چند تا کارم اضافی داریم. آره دیگه، خلاصه بریم که شروع کنیم این ولاگو. خب این وضع خونه است، نگاه کنید. خب این وضع آشپزخونه است، نگاه کنید. این لباسایی که بعد شسته شه، یه سری لباس اون تو شسته شده، بعد برم پهنشون کنم. اونم ظرفاست بعد بشورم و خوش کنم. امروز با خانم خونه نیست، بعد اگرم خونه بود بازم کاری نمیتونست بکنه، چون که عمل کرده خودم بعد این کارا رو انجام بدم. کلا چند وقت همین شکلیه دیگه، چند وقت دارم قدر مامانا رو میدونم و میبینم چقدر ماما شدن سخته. فرض کن هر روز بلشی با این صحنه مواجه بشی، قرقرای اعضای خانواده رو تحمل کنی. خب دیگه بشکاف برو جلو، این زندگی بهت میگه بدو بدو، تا پهات از خستگی زغ زغ کنن به دی... تا ظرفا شسته بشه بیام ظرفاتو صحبت کنم. چه خبره؟ چی کارا میکنی؟ موضوع صحبت ندارم کلا. میدونی چیه؟ میدونی سرا من چه از ظرف شستم چه از پنگ کردن کلا کار خونه دوست ندارم. ایش چی آخه؟ I don't cook, I don't clean. شفا کنید الان که هما خانم مریض شده، فقط مثلا من کار خونه میکنم، ولی نه اکثرا من کمک دست مامانم هم سوتوده یکی بودم بابا. من مثلا از 7 سالگی فکر کنم کلا خیلی دوست داشتم به هما خانم کمک کنم. صندلی میذاشتم زیر پام، میرفتم بالای صندلی ظرفا رو میشستم. الان پشیمونم، میگم کار خونه چی بود که من انقدر علاقه داشتم انجامش بدم. بچه که بودم همه این کارا رو با ذوق و شوق انجام میدادم، الان مجبورم. هر چقدر بزرگتر میشم از کار خونه بیشتر متنفر میشم. و فرض کن مثلا من هر روز این ظرفا رو میشورم، بعد روز بعد میام اینم همون قدری که دیروز بود امروز هم زرف کردم. مامانم مثلا قبلا هم میگفتش که تی میزد نمیذاش ما را بریم یا آشغال بریزیم. من میگفتم بابا مامانم نمیذاره ما این کارا رو بکنیم، هی به اون سخت میگیره، به اون یا آشغال نریزی در چیزا. بعد الان که خودم تی میزنم یا خونه رو تمیز میکنم، یعنی یکی میخواد راه بره اعصابم خورد میشه. خیلی بده. یا مثلا ما لیوان توش آب میخوردیم، به ما میگفت چرا لیوان رو نمیشوید میذاری تو ظرفشویی. منم گفتم ای بابا حالا یه لیوان دیگه. بعد الان میبینم نه، لیوان جمع میشه، روز بعد میای میبینی اعصابت خورد میشه، این همه رو باید بشوید. اینجاست که میگم به زیر پای مادران خدایا خیلی حرف زدم و کار کنم. از اینجا به بعد شستن ظرفا رو تون میکنم که شما حوصله‌تون سر نره. بعدم میاد بابا لباس اضافیاشو اینجا آویزون میکنه. خب لباس اضافی بندا لباس شویی، خدایا الان باید اینا رو بندازم لباس شویی، بندازم لباس شویی برم خونه رو تهی بزنم. این چند وقت چون مریض بودیم
مامان بزرگم هر روز به لاستیسنا برامون سوپ میفرسته، بعد چون که خودش نمیتونه بیاد بالا ممکنه اونم مریض بشه میذاره برامون تو آسانسور. خدایا قلبم، تنها چیزی که الان میتونست خستگی یا از تنم در ببره همین بود. وای بعد الان زنگ زدم دارم از مامان بزرگم تشکر میکنم، میگه کاری نکردم که تو گفتیم هما خانم خونه نیست، گفتم این سوپو برات بفرستم، مریضی نمیتونی غذای دیگه بخوری، بعد سوپ بخوری. هنوز سوپ قبلی که برامون فرستاده مونده، اینو برامون فرستاد. بچه‌ها اومدم خونه رو تی بزنم، دیدم ماشاءالله اتاقم درنداشته. ببینید یعنی فیلمش هست، دیروز تو استوری گذاشتم که اتاقمو اینو دستگل کردم، بعد به فاصله یه روز این حجم از لباس منطقیه واقعا؟ نمیدونم، به هر حال که چه منطقی باشه چه غیر منطقی، من باید مرتب کنم. تازه استوریا مونده، پست مونده، خلاصه که منم و این همه کار. بیزن بیدیم خب اینم از اینا، اسباب بازی های پرنیا. بچه ها این کارتونه رو که اینجا ریختم توش کلی اسباب بازی است، اصلا اصل اسباب بازی ها همونطور چشتون روزه بد نمیده، یعنی آتش قال بودا همه شون رو ریختم بیم ببین. یعنی الان خدای الان موندهش این بالا که هر دفعه من این بالا رو باز میکنم سپرایز میشم. نگاه کنی هر دفعه باز میکردم این کلاه میافتاد رو سرم، ببینید چقدر برم ریخته است. فقط اینو مرتب کنم. ای خدا، تو رو خدا موامو. الان اتاق خودم و اتاق ماما مرتب شد، باید برم خونه رو تهی بزنم انشالله خدا بخواد، بعدش هم میرم استوری میذارم. ساعت داره 5 میشه، 20 دقیقه به 5. من از بازیای پرنیار داشتم جمع میکردم، ساعت 3 بود. What the fuck خدایا چرا زود میگذره؟ بچه ها شب باورتون نشه ولی ساعت 9:30 شبه ولی هنوز کارهای خونه تموم نشده. یعنی من نمیدونم از هر طرف میگیرم از یه طرف دیگه میزنه بیرون. من ویدیویی که برای شما قطع کردم رفتم استوری گذاشتم، 5:30 بود رفتم استوری گذاشتم، بعد بچه سرم گرفتم بالا دیدم ساعت 8 من هنوز دارم استوری میذارم. دیگه استوریامو تموم کردم، اومدم خونه رو تی زدم، بعد آینه ها رو پاک کردم، شیشه میزا رو پاک کردم و اینا. الان لباس اتویی ها که اصلی ترین بخش مونده ها، ولی من ترجیح میدم برم ضبط کلیپ رو شروع کنم با این وضعیت. اول باید برم همون، اینطوری نمیشه، شبیه کنیزا هم به خدا. همون هم رفتیم، بچه ها قرار بود کلیپ ضبط کنم ولی الان ساعت 12 شبه، دیگه دیدم حوصله‌ام ندارم، کنکله. به جاش لباس ها رو اتو میکنم. خدا مگه کارا تموم میشه؟ باید برم لباس ها رو اتو کنم. فقط بذارید حجم لباس های اتویی رو یه دقیقه نشونتون بدم. اینه لباس های اتوییه، یعنی من موندم اینا چجوری جمع شده؟ انقدی که اینجا لباس اتویی است توی کمودامون لباس نیست. خدایا من چیکار کنم؟ دیگه با خودم گفتم من که یه شبه بولوزر که نیستم این همه اتو بزنم، یه بخشیشو باید اتو بزنم دیگه. لباس ها رو دیدید چقدر کم بود؟ چقدر کم بود؟ اصلا زیاد نبود که، 2 دقیقه طول میگشه اتو کردنشون. بچه ها این ویدیو به جای اینکه ویدیوی روزمرگی یه بلاگر باشه بیشتر ولاگ تمیزکاری بود. مثلا بلاگر روزمرگیشون رو میذارن، مثلا غذای شیک و پیک میخورن و نمیدونم قهوه میخورن اول صبح تا شب میرن بیرون با دوستاشون از اینجور چیزا، ما هم از صبح تا شب تمیزکاری داریم ماشاءالله.
دوباره کنار آب زیر ستاره هاییم، خوشحال از اینکه تو بهتری سه ماه سالیم، تنم مشکلی اینه که تحت فشار از لباس ها رو تو زدم، نگاه کنید هوا روشن شد. من تازه الان ساعت 5:52 فکر کنم، تازه الان میخوام برم بخوابم، بعد ساعت 9 هم بیدارشم که برم باشگاه. البته باشگاه خوبه، سر حالم میکنه.